تلخ است، اما وقت ودا با مسی و رونالدو فرا رسیده است. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. یادتان باشد هر چقدر هم که درخشیده باشید، در فوتبال هرگز کس از شما تشکر نمی کند. فردا شب یوونتوس ممکن است باخت 2-1 در بازی رفت مقابل پورتو در لیگ قهرمانان اروپا را جبران کند. چهارشنبه هم بارسا در حالی که در پارک دو پرنس برابر پاریس سن ژرمن به میدان می رود که تقریبا غیر ممکن است بتواند باخت 4-1 سه هفته پیش در خانه برابر تیم فرانسوی را جبران کند. هم یووه و هم بارسا در دور رفت مقابل رقبای خود تسلیم محض بودند. هر دوی آنها متکی بر سوپر استارهای پا به سن گذاشته، اما بسیار گران قیمت هستند و هر دو در نتیجه پاندمی کرونا شکافهایی در ساختار و برنامه های مالیشان پیدا کردند. زمان پای این دو نفر که به میان می آمد تمام مشکلات حل می شد، اما حالا دیگر نه. فوتبال در تعامل با فناپذیری معاملگر بد است. فوتبال به کسی که احساس کند تاریخ انقضایش تمام شده یا رو به اتمامش رخ نمی کند. بلچنکلی بعد از 8 سال حتی نتوانست رودارو به یانسن جان بگوید وقت شده که دیگر او را از ترکیب کنار بگذارد. بعد از 11 سال طلایی نابی استیلز حتی نتوانست از منچستر یونایتد فرصت برای حضور در یک بازی خداحافظی بگیرد. وست هام هم محترمانه عذر بابی مور را خواست و اجازه داد او به عنوان بازیکن آزاد برود. همان طوری که هری استورر سرمربی سابق کانتری و دربی به براین کلایف گفت، در فوتبال هرگز کس از تو تشکر نمی کند. اما در این حال یک تمایل عجیب هم برای باور این ایدئولوژی وجود دارد، چون یک بازیکن و یک مربی قبلا در انجام کار موفق بوده، الزاماً او باز هم در تکرار آن کار موفق خواهد بود. مثال سالهای اخیر دوران مربیگری جوزه مورینیو. حال و روز بارسا از یوونتوس بدتر است، اما شاید بیشتر راحت‌تر قابل درک باشد. مسی از 21 سال پیش بازیکن این تیم بوده است. چطور یک نفر هرگز به این نتیجه رسیده که اکنون زمان مناسب برای فروش مسی است که برای مدت طولانی نه تنها بهترین بازیکن دنیا بلکه بهترین عضو خانواده بود. اما مسی حالا دیگر بهترین بازیکن دنیا نیست و تا بهترین بودن فاصله زیاد دارد. از سال 2017 بارسایی ها یک بار در خانه 4-0 به پاریس سن ژرمن باختند و قبل از آن هم 3-0 به یوونتوس، اما این دو مورد تنها بخش از نشانه های بارز وجود مشکل اساسی در این تیم بوده است. خط میانی این تیم مقابل رقبای بزرگ عملا اصلا می پاشد. هر سال برای بارسایی ها اتفاق افتاده که یادآور برطرف نشدن این مشکل اساسی بوده است. باخت 3-0شان به روم در سال 2018، باخت 4-0شان مقابل لیورپول در سال 2019، بعدتر از همه باخت 8-2 آنها به بایرن مونیخ در سال 2020 و آخر از همه هم 3 هفته پیش باخت 4-1 به پاریس سن ژرمن. تا حدود بخش از این مشکلات مربوط به خط میانی پا به سن گذاشته و آهسته تیم است، اما این دلیل تمام مشکلات نیست و شاید حتی دلیل اصلی آن هم نباشد. در این وضعیت خط حمله‌ای که روی توپ فشار نمی آورد هم مقصر است، که البته این بخش جدا نشدنی از فلسفه کرایف است که هویت سبک بازی بارسا بر آن استوار است. در فصل 2009-2010 مسی در هر بازی به طور میانگین 2.1 تکل میزد و توپ را ظریف میگرفت. در این فصل این میزان به 0.7 مورد در هر بازی کاهش پیدا کرده است. یعنی اگرچه بارسا حالا به مراتب تملک توپ کمتر دارد و به همین دلیل بیش از پیش نیاز به پاسگیری توپ دارد. درخشش او ممکن است گاهی اوقات سرپوش روی مشکلات تیم بگذارد، اما واقعیت این است که خود او گاهی اوقات دلیل بروز این مشکلات است. او حالا 33 ساله است. اگر قرار بود او حالا هم مانند قبل تکل بزند و برای پاس گرفتن توپ دنبال بازیکن بدود، شاید دیگر نمیتوانست این تعداد گل بزند و پاس گل بدهد. شاید هنوز هم ارزشش را داشته باشد که تیم را حول و محور مسی و طوری که راحت باشد بیچینیم، اما این را هم نباید فراموش کرد که او سالانه 28.5 میلیون پوند حقوق میگیرد که با احتساب پاداش ها باید این رقم را ضرب در 4 کنیم. همان طور که دستگیری 4 تن از مدیران باشگاه در هفته جاری مشخص کرد، مشکلات مالی باشگاه بارسا تا حالا بسیار فراتر از پرداخت حقوق مسی است، اما حقوق مسی هم در آشفته بازار فعلی اقتصاد باشگاه که 1.1 میلیون پوند بدهی دارد کم به تاثیر نبوده است. وضعیت یوونتوس رونالدو هم کم و بیش همین است. تصمیم این باشگاه در سال 2018 با خرید رونالدو 33 ساله در ازای 100 میلیون پوند گیر کننده بود. البته منطق باشگاه این بود که گل‌های این ستاره پرتغالی قطعه گمشده پازل تاکتیکی است که یوونتوس با آن دوباره در عرض 3 سال به فینال لیگ قهرمانان رسید. کسی نمیتواند منکر تاثیر باشد که رونالدو بر عملکرد یوونتوس گذاشته، اما واقعیت این است که مشارکت او در فاز دفاعی حتی از مسی هم کمتر است و 0.4 تکل یا توپربایی در هر بازی لیگ در فصل جاری هم گواه این موضوع بوده و این با تفکرات تاکتیکی مدرن آندریا پیرلو در تضاد است. بعد از ورود رونالدو، یوونتوس در سال اول در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان به آجاکس باخت است و در سال دوم یک مرحله زودتر مغلوب لیون شد. امسال هم شاید یووه بتواند از صد پورتو بگذرد و رونالدو هم کار انجام دهد که منجر به صعود تیمش شود، اما با آنچه از یوونتوس در بازی رفت دیدیم، نمیتوان خیلی بر شکسته شدن تلسم ناکامی های این تیم برای فتح لیگ قهرمانان امیدوار بود. به خاطر همین چیزهاست که موضوع مسی و رونالدو کم کم دارد بغرنج می شود. مسیر هر کدام از آنها برای رسیدن به جایی که در بارسا و یوونتوس کاملا متفاوت بوده و خودشان هم بازیکنان متفاوت هستند. با این حال تاثیر آنها یکسان است. هر دوی آنها بازیکنان بسیار گران قیمت هستند، اما حضورشان به نوع عامل بازدارنده برای سبک بازی تیم‌هایشان شده است. حداقل در بالاترین سطوح این موضوع صدق می‌کند.
بدتر از آن این است که باشگاه‌های این دو بازیکن برای نگه داشتن آنها باید در اوضاع اقتصادی کساد این روزهای فوتبال کلی هزینه کنند و زیر بار قرض و بدهی بروند. قرارداد مسی تابستان به پایان می‌رسد و قرارداد رونالدو سال 2022. در این که آنها جز بهترین‌های فوتبال بودن شک نیست، اما در حال حاضر سخت می‌توان تصور کرد که کسی بتواند از پس تامین مخارج در اختیار داشتن آنها برآید. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.